تلسکوپ فضایی اوگلیدوس یا یوکلید بعد از حدود 10-15 سال تلاش پرتاب شد. این تلسکوپ قرار دقیق ترین و بزرگترین نقشه رو از ساختار یه تعداد زیادی از کهکشان‌ها ایجاد کنه. از این اطلاعات استفاده میشه برای درک دوتا از اصلی ترین اجزای سازنده جهان، ماده تاریک و انرژی تاریک. 95% جهان ما از همین دوتا تشکیل شده که تقریبا هیچ چیزی در موردشون نمیدونیم. بدون اتلاف وقت بریم این پروژه جالب رو بررسی کنیم، ببینیم چطور ساخته شده و چه کارهایی میخواد انجام بده. این برنامه با حمایت مالی فیوتکس ساخته شده، شرکتی که تخصص اصلیش طراحی و تولید انواع سنسورها یا حسگرهای پیشرفته است. محصولات فیوتک توی پروژه‌های زیادی از سراسر دنیا استفاده میشن، از جمله پروژه‌های بزرگ ناسا. برای اطلاعات کاملتر پیشنهاد میکنم به سایت یا لینکدین فیوتک مراجعه کنید که لینک هر دوشون تو بخش توضیحات ویدیو هست. پروژه اوگلیدوس در واقع از ترکیب دوتا از پروژه های قبل از خودش ایجاد شد، یعنی کاوشگر دون، کاوشگر اسپیس. سال 2012 این پروژه بین المللی به تصویب رسید و شروع به کار کرد. کشورهای مختلف از قاره های اروپا و آمریکا با بیشتر از 2000 نفر دانشمند از 300 تا مؤسسه مختلف تو این برنامه شرکت کردند. طول این تلسکوپ حدود 4 متر و نیمه، قطرش هم حدود 3 متر با 2 تن وزن. روز اول جولای 2023 با استفاده از یک موشک فالکون 9 ساخت شرکت اسپیس اکس از فلوریدا پرتاب شد. حدود یک ماه تو راه تا برسه به نقطه لاگرانژی دوم تو فاصله 1.5 میلیون کیلومتری زمین. نقاط لاگرانژی همونطور که قبلا گفتم مناطقی اطراف زمین و خورشیدن که وقتی یه جسمی توی این نقاط قرار میگیره مجموع دوتا نیروی گرانشی که از طرف زمین و خورشید بهش وارد میشه برابر با اون نیروی مرکزگرایی که برای چرخش این جسم دور خورشید لازمه. در نتیجه همونطور که زمین میچرخه این مناطق هم همراهش میچرخن. ماهواره یا تلسکوپی که توی یکی از این 5 تا نقطه قرار میگیره نیازی نیست برای چرخیدن توی این مدار انرژی چندانی مصرف کنه. طبیعت این کار رو براش انجام میده. اما نقطه لاگرانژی دوم همون جاییه که قبلا جیمز وب قرار گرفته. تلسکوپ جیمز وب توی این نقطه ثابت نیست، دورش میچرخه. اگه این کارو نمیکرد همیشه توی سایه زمین باقی میمون. انرژی خورشیدی به پنل‌هاش نمی‌رسید و بعد از یه مدت کوتاه از کار می‌افتاد. اوگلیدوس هم دقیقاً قراره یه همچین حرکتی داشته باشه. اما نگران برخورد این دوتا تلسکوپ نباشی، چون مدار چرخششون کاملاً جداست. فضا خیلی بزرگتر از چیزیه که برای این دوتا ذره غبار جای کافی وجود نداشته باشه. اوگلیدوس هم مثل جیمز وب یه سپر محافظ داره که جلوی برخورد پرتوهای پر انرژی خورشید به تجهیزاتش رو میگیره. اون طرف این سپر هم پنل خورشیدیش نصب شده تا بتونه انرژی بگیره. برای تنظیم مسیرش هم از سوخت هیدرازین استفاده میکنه. دهنه ی تلسکوپ به سمت خارج از کهکشان راه شیری قرار میگیره تا تراکم ستاره های کهکشان ما جلوی دیدش رو نگیره. بعد از اینکه توی مدارش قرار گرفت، 3-4 ماه زمان لازم داره برای اینکه ابزارهاشو تنظیم کنه. اصلی ترین چیزی که دنبالشه پیدا کردن اطلاعاتی از ماده تاریک و انرژی تاریکه که یکم جلوتر توضیحش میدم. این تلسکوپ هم از آینه استفاده میکنه هم عدسی. نوری که واردش میشه رو با دو تا ابزار اصلی بررسی میکنه. یکی تصویربردار مرئی یا VIS، یکی هم تیپ سنج فروسرخ نزدیک و فوتومتر یا NISP. اولی یعنی VIS یه دوربین دیجیتال خیلی قویه با کیفیتی حدود 600 مگاپیکسل که برای تصویربرداری توی محدوده نور مرئی استفاده میشه. کاربردش عکسبرداری با وضوح بالا از کهکشان هاست تا بتونیم لنزهای گرانشی ضعیف رو بهتر و دقیق‌تر تشخیص بدیم. ابزار دوم یعنی NISP با بررسی پرتوهای فروسرخ و اثر ردشیفت فاصله ما از این کهکشان‌ها رو حساب می‌کنه. یه تیپ سنج هم داره که کاربردش برای تعیین مکان دقیق کهکشان‌ها و ساختار شیمیاییشونه. اما اوگلیدوس این اطلاعات رو به صورت خام به زمین نمی‌فرسته، چون حجم خیلی بالایی دارن. یه سری پردازش‌های اولیه روی این داده‌ها انجام میده تا تبدیل بشن به فایل‌های تصویری، بعدش از طریق امواج رادیویی ارسال می‌کنه به سمت زمین.
جوری طراحی شده که پشت سر هم عکس بگیره و ارسال کنه. این باعث میشه یه حجم عظیمی از اطلاعات از کهکشان‌های قدیمی به دست بیاریم که تا سال‌ها میشه روشون مطالعه کرد و چیزای جدیدی فهمید. خب این خلاصه ویژگی‌های این تلسکوپ اروپایی بود. حالا باید ببینیم دقیقاً دنبال چی می‌خواد بگرده. قبل از هر چیز باید بدونیم ماده تاریک و انرژی تاریک چی هستن. خیلی وقت پیش در موردش توضیح دادم، ولی برای دوستانی که ندیدن اینجا هم یه خلاصه کوچیک میگم. با وجود این فاصله های زیاد، دو تا راه کلی داریم که باهاشون میتونیم جرم یک کهکشان رو به طور تقریبی پیدا کنیم. روش اول استفاده از نور اون کهکشانه. با تجزیه و تحلیل این نور میتونیم جرم کهکشان رو حدس بزنیم. روش دوم استفاده از تأثیرات گرانشی اون کهکشان روی اجرام دیگه است که به این تأثیرات میگن لنز گرانشی. جرم هر کهکشان باعث میشه توی بافت فضا زمان خمیدگی ایجاد کنه. بنابراین نور کهکشانهای پشت سرش وقتی که از داخل این خمیدگی ها رد میشه تغییر میکنه. هرچقدر این تغییرات بیشتر باشه نشون میده که جرم این کهکشان بیشتره، چون خمیدگی بزرگتری توی فضا زمان ایجاد کرده. پس برای تخمین جرم یه روش استفاده از نور کهکشانه، یه روش دیگه هم استفاده از تأثیرات گرانشیش. اما مشکل اینجاست که مقدار جرمی که از این دوتا روش به دست میاریم خیلی وقتا با هم جور در نمیاد. مثلا وقتی که روش لنز گرانشی رو به کار میبریم، جرم کهکشان بیشتر میشه نسبت به وقتی که از نورش استفاده میکنیم. این اتفاق اگه بخوام خیلی ساده بیانش کنیم، به این معنیه که ماده‌ای داخل کهکشان‌ها وجود داره که جرم داره اما هیچ پرتوی از خودش منتشر نمیکنه. نه نور مرئی، نه پرتوی ایکس، نه فلوسرخ، نه هیچ چیز دیگه. برای همین معروف شده به ماده تاریک. البته شواهد دیگه ای هم براش هست. مثلا به نظر میاد چیزی که جلوی فروپاشی کهکشان ها رو میگیره همین ماده تاریکه. چون اگه فقط ماده معمولی رو در نظر بگیریم، مقدار گرانشش اونقدر زیاد نیست که بتونه ستاره هایی با این سرعت چرخش بالا رو داخل کهکشان نگه داره. بنابراین باید یه نیروی گرانش اضافه تر وجود داشته باشه که از طرف ماده ای ایجاد میشه که هیچ نوری منتشر نمیکنه. همون ماده تاریک. اما انرژی تاریک از کجا سر و کلش پیدا شد؟ خب ما وقتی که کهکشان‌های مختلف رو بررسی کردیم، متوجه شدیم که دارن با سرعت زیادی از ما دور میشن. چون بعد از اون انفجار بزرگ که دنیای ما رو ایجاد کرد، این دنیا در حال انبساطه. اولش فکر میکردیم این انبساط باید دائما آهسته تر بشه، چون نیروی گرانشی که بین ذرات سازنده این دنیا هست سعی میکنه جلوی بزرگ شدنش رو بگیره. اما اندازه‌گیری‌های دقیق‌تر نشون داد که نه تنها سرعت این انبساط پایین نمیاد، بلکه هرچی میگذره بیشتر و بیشتر میشه. برای توضیح این رفتار عجیب، دانشمندا گفتن احتمالاً یه انرژی ناشناخته توی جهان ما وجود داره که با نیروی گرانش مقابله میکنه. باعث میشه انبساط جهان ما شتابدار باشه. اسمشو گذاشتن انرژی تاریک. تا الان ما بر اساس رفتاری که از کهکشان‌ها دیدیم، تونستیم حدس بزنیم که مقدار ماده و انرژی تاریک تقریباً چقدره. اوکلیدوس هم میخواد از همین موضوع استفاده کنه، یعنی کهکشان ها. چون اصلا هیچ راه دیگه ای نداریم. ما میخوایم بخش کاملا تاریک جهان هستی رو کشف کنیم. هیچ پرتوی وجود نداره، فقط ماییم و گرانش. مدت ماموریت این تلسکوپ 6 سال پیش بینی شده، اما تا هر زمانی که بتونه کار کنه ادامه داره. تو این مدت یه منطقه بزرگی از فضا رو بررسی میکنه برای رصد میلیاردها کهکشان که تا 10 میلیارد سال نوری از ما فاصله دارن. با انجام این کار بزرگترین و دقیقترین نقشه کیهانی به دست میاد. نقشه عجیبی که گفته میشه میلیاردها کهکشان رو با کیفیت تصاویر تلسکوپ هابل نمایش میده. یه گنج واقعی برای ستاره شناسا که تا سالها میتونن ازش استخراج کنن. از این داده ها میتونیم در مورد نحوه تکامل جهان هستی توی 10 میلیارد سال گذشته اطلاعات خوبی به دست بیاریم. اینکه جهان ما چجوری منبسط شده، سرعت و شتاب این انبساط چطور تغییر کرده، این خوشه ها و شبکه های کهکشانی چطور ایجاد شدن، درک ما از گرانش به اندازه کافی درست هست یا نه،
و اینکه مهمتر از همه ماهیت ماده تاریک و انرژی تاریک دقیقاً چیه؟ برای پیدا کردن شواهدی از ماده تاریک باید بتونیم لنزهای گرانشی ضعیفی که توسط این ماده ایجاد میشه رو پیدا کنیم. چون همونطور که گفتم ماده تاریک گرانش داره. پس توی فضا زمان خمیدگی ایجاد میکنه و باعث میشه نور کهکشانهای پشت سرش تغییر کنه. تصاویر دقیق دوربین VIS تلسکوپ اقلیدوس تو این زمینه خیلی کمک میکنه. با آشکارساز پرتوهای فروسرخ و تیپسنجش هم میتونیم شکل و مقیاس کهکشان‌ها توی فاصله‌های مختلف رو اندازه‌گیری کنیم، رابطه بین فاصله کهکشان با ردشیفت یا انتقال به سرخش رو بررسی کنیم تا اینکه بفهمیم انبساط جهان چطور پیش میره و شتابش دقیقاً چقدره. اینجوری درک ما از انرژی تاریک هم بیشتر میشه. غیر از اینا داده های این تلسکوپ کمک میکنه بفهمیم نظریه نسبیت عام اینشتین توی مقیاس های خیلی بزرگ کیهانی هم همونطوری که ما انتظار داریم عمل میکنه یا نه. اینم نکته خیلی مهمیه، چون زمانی که نیوتن قوانین گرانش خودش رو کشف کرد فکر میکردیم تو تمام قسمت های جهان با هر شرایطی این قانون ها جواب میدن، اما اینشتین با نظریه نسبیتش همه چیز رو عوض کرد. قوانین نیوتن هنوزم معتبره، اما فقط برای یه محدوده کوچیک، نه همه جا. باید ببینیم در آینده همین بلا سر نظریه نسبیت هم میاد یا نه. کل هزینه این تلسکوپ یه چیزی حدود 1.5 میلیارد دلار بوده. اینو مقایسه کنید با هزاران برابر این مبلغ که صرف این همه جنگ و کشتار میشه. با این پولا میشد برای تمام بیماری ها درمان مناسب پیدا کرد. فقر و اعتیاد میشد از بیخ ریشه‌کن بشه. همین سیاره قشنگ میتونست خود بهشت باشه. ولی انگار هنوز راه زیادی مونده تا رسیدن به اون نقطه. اول از همه باید از شر ویروس های ذهنی خلاص بشیم.